غلامی بلند کشیده، فرصت برای مختار، پنالتی، پنالتی برای گلگهر، اعلام پنالتی بر روی مختار جامعه‌زاده در دقیقه دهم. ورزشگاه اختصاصی گل قدم میزنه جلوی نیمکت ذخیره‌هاش. صحنه آیسر رو ببینید، اینجا پنالتی واضح و مسلمی که نصیب بازیکنان گلگهر میشه. بالاخره مختار جامعه‌زاده کار خودشو کرد، پشت توپ قرار میگیره. مرد گلزن گلگهر در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشورمون. آقای اکبریان داور مسابقه صحبت میکنه، اجازه کار رو میده، مختار میزنه و گل. گل برای گلگهر. گلگهری ها رو به ثمر رسوند. تمام بازی برای نیمه اول و پای اضافه دو دقیقه. سوشا مکانی، محمد نوری، بنگر، علی شاه به دنبال توپ، در مقابلش کریم هست. حالا توپش رو میفرسته، فرصت برای پرسپولیسی ها و گل. گل پرسپولیس در ثانیه های پایانی وقت اضافه حرکاتی رو نشون میداد. اینجا ببینید به این شکل محسن بنگر توپ رو به زیر تاق دروازه گلگهر میزنه و بعد هم اخطار میگیره. یک یک مساوی. خوب تیم پرسپولیس نمره قبولی گرفت. داور اونجا هست، آقای اکبریان. سوشا مکانی در چارچوب دروازه پرسپولیس و حمزه مظفری پشت توپ. حالا سوتو میزنه داور، حمزه مظفری میزنه و گل. اولین ضربه پنالتی رو حمزه مظفری میزنه و خدا رو هم شکر میکنه. بازی خوب خودش رو مظفری با این ضربه پنالتی که به ثمر رسوند یه جورایی میشه گفت کامل کرد. اولین ضربه‌ش رو که گلگهری‌ها به این شکل شما در صحنه آیسته میبینید، خوب هم پنالتیش رو زد. سوشا مکانی هم جهتش رو تشخیص داد اما کاری از دستش بر نیامد. پشت توپ کفشگری، اولین ضربه پنالتی رو برای پرسپولیس میزنه و گل. درست مثل همون پنالتی که حمزه مظفری زد، این بار کفشگری برای پرسپولیس میزنه. حالا دو تیم در ضربات پنالتی هم مساوی هستند. حمیدرضا حاتمی کاپتان تیم گلگهر دومین ضربه رو خواهد زد. دورخیز میکنه، سوشا هم روی خط دروازه ایستاده، میزنه و میگیره. سوشا ضربه پنالتی حمید حاتمی رو کنترل میکنه، خوب تشخیص داد جهت ضربه رو و حاتمی بر میگرده به سمت یاران خودش. یه بار دیگه ببینید، هرچی که تونست به بدنش کش آورد سوشا مکانی و بالاخره توپو گرفت. حالا ضربه بعد رو باید بازیکنان پرسپولیس بزنن. خود سوشا مکانی. حالا ببینیم سوشا چه خواهد کرد. میزنه و میگیره ضربه سوشا رو. چیکار میکنه این مجید غلامی و به قول عادل فردوسی پور چه میکنه غلامی امروز در ورزشگاه گلگهر. حالا چرا یه همچین تصمیمی رو گرفتن بعد از اینکه پنالتی رو به خوبی مهار کرد؟ سوشا مکانی ضربه رو به خودش داد، اینو دیگه خود آقای درخشان باید در موردش توضیح بده. باز هم همه چی به تساوی کشیده میشه. میلاد امیری و باز هم سوشا مکانی ضربه پنالتی رو میگیره و خوبه که دیگه این بار خودش نمیتونه پنالتی بزنه.
دو ضربه رو تا حالا ساشا مکانی گرفته، یه ضربه پنالتی رو هم مجید غلامی مهار کرده. میثم حسینی میره برای ضربه بعد. سومین ضربه پنالتی پرسپولیسی ها را میثم حسینی خواهد زد. داور با میثم حسینی صحبت میکنه، مجید غلامی هم که درون دروازه هست شایستگی های خودش رو این دروازه‌بان امروز به خوبی نشون داده، چه در بازی چه در ضربات پنالتی. حالا ببینیم در مقابل ضربه میثم حسینی چه میکنه. میثم میزنه و گل. چیزی نمونده بود که این ضربه هم مهار بشه، اما کنج دروازه گلگهر قرار میگیره. حالا گلگهری ها از سه ضربه‌ای که داشتن فقط یه ضربه رو تونستن گل کنن. پرسپولیس از سه ضربه‌ای که زده دو ضربه گل شده. پنالتی بعدی رو مختار میزنه، مختار جمعه زاده برای گلگهر، زننده یک تک گل این تیم در بازی. میزنه و گل. مختار پنالتیش رو هم گل میکنه. این بار هم ساشا مکانی جهت ضربه پنالتی رو تشخیص داد، اما توپ گل شد. مهدی طارمی دیگر پرسپولیسی است که باید برای این تیم پنالتی بزنه. دو فرصت مسلم گلزنی رو داشت، ضربات خوبی هم زد که مجید غلامی توپاشو مهار کرد و اجازه نداد که دروازه گلگهر باز بشه. حالا ببینیم در این مسافه تک به تک چه میکنن این دو بازیکن. طارمی میزنه و میگیره پنالتی رو. این مجید غلامی امروز را به هیچ عنوان فراموش نمی کنه در تمام عمرش. هر چی که زد مهدی طارمی گرفت. خب دوباره دو تیم در ضربات پنالتی هم مساوی میشن، اما انصافا باید از بازی خوبه مهدی طارمی نگذریم. بازیکن خوبیه. بحر کاظمی اون چک خواهد کرد، میگیره، باز هم ساشا میگیره. ساشا مکانی ضربه سعید بحر کاظمی رو هم میگیره. این دیگه پنالتیشو خوب نزد. حالا صحنه آستر رو ببینید، آروم و زمینی، و دیگه سوشا شاید کاری نمیتونست کنه غیر از گرفتن این پنالتی. تکون هم نخورد از جاش، همون جایی که سوشا ایستاده بود توپو زد همونجا و باز پرسپولیس جلو میفته. کاپتان نوری، محمد نوری میزنه و گل. گل و تمام. پرسپولیس در ضربات پنالتی موفق میشه که گلگهر رو شکست بده. حالا همه منتظر نتیجه ذوب‌آهن و استقلال هستن که ببینن آیا دربی